خب این شاخ شمشاد و این گل گلاب که داریم میبینی 9 سالش رضا رضایی 5 سالگی حافظ کل قرآن شد. تشویقش کنیم. ماشاءالله ماشاءالله. اهلا اهلا رضا. رضا جان خوش اومدی عزیزم. ممنون. خب آقا سرزر بپرس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا تقولون قولا عظيما. الله 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 هم خیلی صوت و لحنش عالیه، هم تجویدش، هم که بچه گیلانه، تو دو سه سال گذشته استان گیلان تو موضوع حفظ خلاصه به انتها رسونده و یکی از بهترین استانهای ماشاءالله ماشاءالله. ازش بپرسم که چند سالگی حفظ رو شروع کردی؟ من 5 سال و نیمگی تقریبا حفظ قرآن رو شروع کردم. نیمگی دوباره بگو نیمگی رو کردی. خب بعد در مدت 1 سال و 4 ماه یعنی دیگه نزدیک 7 سال حفظ قرآن تموم کردم. ماشاءالله. کی تو خونه بیشتر کمک میکرد؟ اولا که داشتم حفظ رو شروع میکردم مادرم، بعد رفتم پیش استادم، مادرم و استادم، بعد کم کم پدرم اومد که این رو و ماشاءالله. آقا رسالت، مردم گیلان جز این که حالا مهمون دوستن و خلاصه غذاهای خیلی خوب دارن، خوش لباسن، ماشاءالله، خوش تیپه، هنر رو دوستن، اصلا جنس صدا شناسن، صدا رو دوست دارن، هنر صوت رو دوست دارن. ایشون هم ماشاءالله از ثمرات استان گیلان. فسفر هم زیاد استفاده، ماهی سفید و بله. خب سوالا یه تونتون بپرسید. بله بفرمایید. بلدی؟ جواب میدی؟ آره بلدی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه این سخته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابلغكم رسالات ربی. که سختره که از هرچی میخواستی. نه اون من نتونستم بخونم. یکیش صفحه 158 آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبل سفيقة. أبل سفيقة. بعد. بعد. واذكروا إذ جعلكم. نعم بعدي. وما كان. نعم بعدي. قال الملأ. نعم بعدي. ولو أن. نعم. حقيق على. نعم. قالوا آمنا. نعم 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 نعم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. الله سلامات بفرستین. الله صل على محمد وآل محمد. بفر ما شاء الله ما شاء الله. ادامه ده ما شاء الله.
ما شاء الله. التي أجد في صوته يعني الفصاحة مخارج الحروف ما شاء الله جميل. هو يشبه حفيدي آقا رضای عزیزمون. خب جدا از این که حسن حفظش خیلی خوب بود که ما داشتیم، درست استاد ابو قاسمی، زیاد داشتیم با توجه به این که مسلطه و صفا رو چپ راست میخونه باز هم داشتیم. منتها تفاوت ایشون یکم تو که استاد ابو قاسمی و همه عزیزان البته اشاره کردن، صدای خوبشه و تجوید خوبشه و امیدوارم این دفعه تأکید میکنم یکی ترتیل خوب بخونه انشاءالله. عفیه از افرادی که چون ببین ما تا میگیم سوال حفظ میپرسیم این صفحه راست چپ خط بالای پروانه‌ای میخونم، نمیدونم زبدری میخونم و از این نتیجه آخر اونی که خروجی کار چیه که من یک ترتیل خوب بشنوم. اینجا ما ساعتها با آقای ابوالقاسمی بگیم بیات اینجوریه، رست اینجوریه، این اینطوریه، آخرش من آقای ابوالقاسمی، آقای حسنین، آقای قاسمیان، استاد رضوان درویش، خروجی کارمون چیه؟ خوندنمونه اون ثمره کار. امیدوارم همه این کارهایی که انجام داده تا به الان خوب رفته جلو، انشالله ادامه داشته باشه و یک ترتیل خوب ماندگار با این صدا توی با این صدا ضبط کنه. کل قرآن ضبط بشه و یک کارشناس خوب ما حاضریم، همین تیم، همین جریان کمک کنیم بهش. اساتید خودش هم هستم با افتخار. خیلی ممنونم ازت. خیلی ممنونم. شکرم. سوال مفهومی هم جواب میدی؟ سوال مثلا یه خورده فکر کنیم طنزه، مثلا طنز نیست، میگه داداش ریشمو ول کن. چی؟ اخوی ریشمو ول کن. یاد چی میفته؟ مثلا هممون میدونیم. نه من میدونم. نه برای شما سخته حاجی. صفحه 318 سوره طه آیه 94. آیه چیه؟ آیه حالا این دوستان رو کردم من میدونم. آیه رو بخون. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. نعم. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی إسرائيل ولم ترقب قولي. ما شاء الله. يا سلام. دي بلشكم. يا سلام. سلم. آقای بوذری. آقای بوذری و همه عزیزان، یکی از عجیب ترین آیات موسی رفته کوه طور، برگشته دیده که اینا بوساله پرست شدن، هارون پیغمبر خداست. این ریش و موه هارون رو میگیره، میگه چرا در حقیقت مانع این نشدی؟ میگه وحدت این امت انقدر برا من مهم بود و تو سفارش کرده بودی. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قبولی. من ترسیدم برگردی بگی که چرا وحدت این امت به هم خورد. این یکی از عجیب ترین آیات قرآنه که یعنی وحدت این امت انقدر اهمیت داره، انقدر اهمیت داره که یک پیغمبر خدا داره یه جوری مدیریت میکنه که این وحدت از بین نره. سعی بکنیم این وحدت خودمون از بین نبریم. این خیلی آیه عجیبیه. خیلی آیه. ماشاءالله. یه بار دیگه تشویق بکنید رضای عزیزم.